سلام بچه‌ها، چطورید؟ به یه ویدیوی دیگه از مرکز خرید دات کام خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوایم بهتون یاد بدیم که چطوری متوجه بشین جی پی یو کنسول PS5 بهتون خراب شده. این چند وقت گذشته کاربرای وبسایت ردیت از گلیچ‌های گرافیکی غیر معمولی که PS5 بهشون نشون میده صحبت کردن و اتفاقا PS5 به خیلی از این افراد از اون نسخه‌های اولیه‌ای که تو سال 2020 لانچ شدن. در نتیجه توی ویدیو امروز می‌خوایم بهتون 5 تا راه رو نشون بدیم که با استفاده ازشون میتونید از سالم و یا خراب بودن جی پی یو کنسولتون باخبر بشید. اگه خیلی یهویی یه سری نقطه ریز و درشت غیر معمول و یا خطای رنگی روی صفحه مانیتور یا تلویزیونتون مشاهده کردین که نه فقط در اون بازی بلکه تو صفحه اصلی کنسول و حالت ایمن هم ظاهر می‌شدن، به احتمال زیاد مشکل از پورت HDMIتونه. پیشنهاد می‌کنم کابل HDMIتون رو عوض کنید و برای امتحان اون سراغ پورت‌های دیگه تلویزیون یا مانیتورتون برید. اگه بازم این گلیچ‌ها وجود داشتن، باید کنسول رو به یه تلویزیون یا مانیتور دیگه وصل کنید تا بفهمید مشکل از دستگاه خروجیتونه یا PS5تون. یه کار دیگه هم هستش که اگه سه موردی که تا الان گفتیم به دردتون نخورد، میتونید امتحانش کنید. PS5تون رو روی حالت ریموت پلی ببرید. به نظرم این راحت‌ترین روش ممکن برای تشخیص مشکل جی پی یو کنسوله. چون اگه انجام این کار مشکل رو رفع کنه، میشه فهمید که پورت HDMIتونه که نقص پیدا کرده، نه جی پی یو PS5. روش آخر هم اینه که سعی کنید کنسول PS5تون رو به تنظیمات پیشفرض کارخونه برگردونید. راه های مختلفی برای این کار وجود داره، اما با رفتن به تنظیمات کنسول و انتخاب گزینه ریست آپشنز، یه گزینه رو میبینید که ریستور دیفالت سیتینگز نام داره. یادتون باشه که انتخاب این گزینه هیچ کدوم از داده های کاربری و یا بازیاتون رو پاک نمیکنه و فقط و فقط تنظیمات کنسول رو بازیابی میکنه. همین. با این 5 روش شما خیلی ساده میفهمید که مشکل از جی پی یو تونه یا HDMI. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. نظراتتون رو تو کامنت ها برام بنویسین. دوستتون داریم. مراقب خودتون باشید. تا یه ویدیو دیگه از مرکز خرید دات کام. خدافظ.